حال در ادامه در فصل دوم از آموزش کاربرد نرم افزار مطلب در کنترل خطی به تعریف انواع مدل‌های خطی در نرم افزار مطلب می‌پردازیم. همونطور که از درس کنترل خطی به یاد دارید، ما سه نوع نمایش برای یک سیستم خطی داریم. انواع نمایش سیستم‌های خطی. یک نوع نمایش، نمایش تابع تبدیل هست. که مثلا در حالت سیسو، یعنی در حالتی که پلانت دارای یک ورودی و دارای یک خروجی هست، تابع تبدیل سیستم رو مثلا ما میتونیم به این صورت بنویسیم: اثبتان n به علاوه a n منهای 1 اثبتان n منهای 1، همینطوری تا a 1 s به علاوه a 0. این برای مخرج یک تابع تبدیل از مرتبه n هست، یعنی مرتبه سیستم n هست، و درجه صورت رو هم مثلا m در نظر میگیریم. b m اثبتان m به علاوه b m منهای 1 اثبتان m منهای 1، همینطوری تا b 1 s به علاوه b 0. این نمایش تابع تبدیل هست. یک نمایش دیگه ای که استفاده میشه، نمایش قطب 0 و بهره هست، و میشه گفت که از همون نمایش تابع تبدیل میشه به راحتی با تجزیه چند جمله ها به عناصر سازنده اش، یعنی به عناصر مثلا صفر ها و قطب ها، به راحتی میتونیم به نمایش قطب صفر و بهره هم دست پیدا بکنیم. مثلا در فرم نمایش قطب صفر و بهره میدونیم که مثلا صفر های یک سیستم یا مختلط هستن و یا حقیقی هستن، و همینطور قطبا هم یا مختلط هستن و یا حقیقی هستن. پس مثلا برای سادگی اگه فرض کنیم که تمام صفرها و قطبا حقیقی باشن، نمایش قطب صفر و بهره به این صورته. کی بهره دی سی رو مشخص میکنه؟ بهره این تابع تبدیل رو مشخص میکنه در صورت ام تا قطب، ام تا صفر قرار میگیره، و در مخرج هم n تا قطب قرار میگیره. s z برای صفر ها، s z m به معنی صفر عموم تابع تبدیل هست، و s p n هم به معنای قطب عموم تابع تبدیله. و گفتیم که ممکنه که تابع تبدیل شامل صفر ها و قطبای مختلط هم باشه، که ما به جای اینکه قطبا و صفرهای مختلط رو ما به صورت اعداد مختلط به این فرم بنویسیم، یعنی s علاوه زد 1 تا s علاوه زد n بنویسیم، به فرمت بسته یک ترم درجه دوم می‌نویسیم. نمایش بعدی که داریم نمایش فضای حالت هست. نمایش فضای حالت که اغلب برای طراحی کنترل کننده‌های مدرن از نمایش فضای حالت استفاده می‌کنند. در این حالت به جای اینکه ما با یک تابع تبدیل مرتبه n سر و کار داشته باشیم که بیانگر یک معادله دیفرانسیل مرتبه n هست، میایم از n تا معادله دیفرانسیل مرتبه اول استفاده میکنیم، که میتونیم به فرم ماتریسی به این صورت بنویسیم: x دات مساوی با ax علاوه b و y هم برابر هست با cx علاوه d u. این نمایش فضای حالت هست که ویژگی های سیستم اغلب توسط A تعیین میشه و Y هم خروجی سیستمه، که یک ترکیب خطی از متغیر حالت سیستم و یک ضریبی از ورودی سیستم است، که اغلب برای خیلی از سیستم ها خود D هم صفر هست، یعنی برای خیلی از سیستم ها D صفره، یعنی تابع تبدیل سیستم اکیداً صریح هست. به این معنی که اگه بر حسب تابع تبدیل بگیم شرط D مساوی با صفر رو بررسی بکنیم، به این معنی هست که همواره M کوچکتر از n هست، یعنی اگه d صفر باشه به این معنی هست که n بزرگتر از m هست. اگه این شرط برقرار باشه، d همواره برابر با صفر هست. اما اگه n و m با هم برابر باشند، یعنی اگه n برابر با m باشه، در این حالت d مثلا یک ترم ثابت که یه بار خواهد شد، که باید از تقسیم بزرگترین درجه صورت بر بزرگترین درجه مخرج میتونیم ضریب ثابت رو به دست بیاریم، که همون b m هم خواهد شد. این سه نوع نمایش رو در نرم افزار مطلب پیاده سازی میکنیم. ابتدا به نمایش تابع تبدیل میپردازیم. گفتیم که نمایش تابع تبدیل
دارای یک چند جمله‌ای بر حسب اس در صورت هست و یک چند جمله‌ای بر حسب اس در مخرج. و ما در فصل قبل هم بیان کردیم که برای تعریف چند جمله ها در نوازار مطلب میام کافیه که در واقع به صورت یک بردار یک در ان ذرایی به چند جمله ای رو تعریف بکنیم. پس اگه بخوایم نام سیستم رو در نوازار مطلب با سیس نشون بدیم، نمایش تاب تبدیل با دستور TF ساخته میشه. دارای دو تا ورودی N و D هست. N مخفف نامینیتور یا صورت هست، یعنی چند جمله ای صورت، و D هم مخفف دینامینیتور یا مخرج هست. این صورت هست و D هم مخرج. کافیه که چند جمله ای صورت و مخرج رو بیاییم وارد بکنیم. N چی میشه؟ مثلا همین تاب تبدیلی که در اینجا نوشتیم رو در نظر بگیریم. بیاییم چند جمله ای صورت رو بنویسیم. برابر BM BM منهای 1 تا B1 B0 خواهد بود. این از N. و همینطور بیایم D رو هم بنویسیم. D هم یک چند جمله از مرتبه N هست. ضریب اولش 1 هست. بعد AN منهای 1. بعد AN منهای 2. همینطور تا A1 A0. و همین راحتی با وارد کردن ضرایب چند جمله های صورت و مخرج تاب تبدیل میتونیم تاب تبدیل سیستم رو در نوازار مطلب بیاییم وارد بکنیم. من در اینجا به صورت آماده یک برنامه 5 رو ایجاد کردم و میخواهیم که تاب تبدیل اینجا بنویسیم. خواهم که تاب تبدیل S به علاوه 1 تقسیم بر S به توان 2 به علاوه 3 ضرب در S به علاوه 3 رو وارد بکنم. ابتدا باید چند جمله صورت رو تعریف بکنیم. ضریب S و 1 رو باید وارد بکنیم که برابر 1 و 1 هست. همینطور دینامینیتور یا مخرج رو باید وارد بکنیم که ضریبش از بزرگترین درجه به کمترین درجه برابر 1، 3 و 3 هست. و به راحتی مثلا اسم تاب تبدیل رو سیس میذاریم. سیس برابر هست با TF N و D. بیایم برنامه رو اجرا بکنیم. همونطور که مشاهده میکنی در کامن ویندو سیس نمایش داده شد. بیاییم اسم کاملش رو بذاریم، سیستم بهتر هست. تاب تبدیل سیستم همونطور که مشاهده میکنی به صورت کامل تعریف شد. S به علاوه 1 تقسیم بر S به توان 2 به علاوه 3 S به علاوه 1. و یه ممکنه که مثلا تاب تبدیل به این صورت باشه. S به علاوه 1 ضرب در S به توان 2 به علاوه 3 S به علاوه 3 ضرب در S. مخرج برابر S به توان 3 به علاوه 3 S به توان 2 به علاوه 3 S باشه. کافیه که فقط D رو ما تغییر بدیم. بزرگترین درجه S به توان 3 هست که ضریبش 3 هست. ضریب توان بعدی S به توان 2 هست که ضریبش 3 هست. توان بعدی S هست که بازم ضریبش 3 هست و مقدار ثابت هم در چند جمله ای نداریم. پس باید جمله آخر D رو 0 در نظر بگیریم. برنامه رو یه بار دیگه اجرا می‌کنیم. تاب تبدیل تعریف شد. S به علاوه 1 تقسیم بر S به توان 3 به علاوه 3 S به توان 2 به علاوه 3 S. اما کار جالب همیشه برای تعریف تاب تبدیل انجام داد که تعریف تاب تبدیل رو خیلی راحت‌تر می‌کنه. ابتدا مثلا ما میاییم مشتق گی رو تعریف می‌کنیم. فرض می‌کنیم که تاب تبدیل برابر با S باشه. صورت برابر 1 و 0 هست و مخرج برابر با 1 هست. برنامه رو تا اینجا اجرا بکنم. همونطور که می‌بینید اپراتور S که همون اپراتور مشتق گیر هست تعریف شد. همونطوری که ما با اعداد و ماتریس ها در نوازار مطلب کار میکردیم، در اینجا میتونیم با تاب تبدیل هم همون عملیات ها رو انجام بدیم. مثلا سیستم 1 برابر است با S به علاوه 1 تقسیم بر S به توان 3 به علاوه 3 ضرب در S به توان 2 به علاوه 3 ضرب در S به علاوه 3. لازم نیست اون رو بنویسیم. این برنامه رو اجرا میکنم. همونطور که مشاهده میکنید باز هم سیستم 1 دقیقاً مشابه سیستمی که در 7 به دست میاد تعریف شد. پس یکی دیگه از کارهایی که خیلی نوشتن تاب تبدیل رو خیلی راحت تر میکنه اینه که ابتدا اپراتور S رو تعریف بکنیم به عنوان اپراتور مشتقیر و سپس بیایم هر تاب تبدیلی که دوست داشتیم رو به همون فرم که ما بر روی کاغذ اون تاب تبدیل رو می‌نویسیم در اینجا هم در نظر مطلب هم میتونیم بنویسیم. و همینطور تعریف اپراتور مشتقیر میتونه به یک صورت دیگه هم باشه. مثلا میتونه به این صورت هم باشه. TF S. S رو به صورت string تعریف میکنیم و خط هش رو هم کامند میکنیم. نقطه ویلی رو اینجا رو برمیدارم که سیستم 1 در کامن ویندو نمایش داده بشه. پس ما یا میتونیم نامینیتور و دینامینیتور رو مشخص بکنیم و طبق در واقع خط 7 تاب تبدیل رو تعیین بکنیم،
یا اینکه بیایم اپراتور مشتقی رو با استفاده از دستور خط 8 تعریف بکنیم و سپس به همون فرم ریاضی تا به تبدیل رو بنویسیم و یا اس رو به فرم TF استرینگ اس تعریف بکنیم و سپس بازم به همون روال قبلی بیایم سیستم رو تعریف بکنیم. به راحتی میشه همین روال رو برای سیستم های مایمو هم تعمیم داد. سیستم هایی که داره چند ورودی و چند خروجی هستند. مثلا فرض کنید که تابع تبدیل یک سیستم مایمو به این صورت است. مثلا تابع تبدیل از ورودی یک به خروجی یک برابر یک تقسیم بر اس به علاوه یک هست. تابع تبدیل از ورودی دومی به خروجی یک برابر یک دهم اس به علاوه یک تقسیم بر دو اس به علاوه یک هست. تابع تبدیل از ورودی یک به خروجی دو برابر یک تقسیم بر دو اس به علاوه یک هست و همینطور مثلا تابع تبدیل از ورودی دو به خروجی دو برابر اس به علاوه یک تقسیم بر سه اس به علاوه یک هست. دقت کنید که اگه ما یک تابع تبدیل رو تعریف بکنیم که داره n تا سطر و m تا ستون باشه، این یعنی این که n تا خروجی داریم، n تا خروجی داریم اما m تا ورودی داریم. تابع تبدیل HS که در اینجا هست دو در دو هست، یعنی دو تا ورودی داریم و دو تا خروجی. و نکته دیگه اینه که HIJ یعنی المان IJ-یوم یعنی سطر آیوم و ستون J-یوم به معنی تابع تبدیل از ورودی J-یوم به خروجی آیوم هست. این نکته رو به خاطر بسپارید که در ادامه هم با اون سر و کار خواهیم داشت. این المان، المان یک دو هست. یک یعنی خروجی یک و دو هم یعنی ورودی دو. پس این تابع تبدیل از ورودی دومی به خروجی اولی هست. بیایم HS رو تعریف کنیم. در حالت مایمو ابتدا باید بیایم H11, H2, H1, H2 رو تعریف کنیم. H1 رو تعریف میکنیم. H1 برابر است با TF نامینیتور و دینامینیتور. نامینیتور یا صورت برابر با یک هست که به این صورت یک رو می نیسم و مخرج هم برابر یک و یک هست. به همین راحتی H1 تعریف شد. H1 رو برای بقیه المان ها هم کپی می کنم. این H1 هست. بعد H12 باید ساخته بشه. بعد H21 و در نهایت H22. H12 صورت برابر یک دهم اس به علاوه یک هست. یعنی این برابر یک دهم و یک خواهد شد و مخرج هم دو یک هست. یعنی اینجا باید دو باشه. H21 صورت یک و مخرج دو و یک هست. یعنی اینجا باید دو باشه و H22 هم صورت یک و یک هست. صورت یک و یک هست و مخرج هم سه و یک. یعنی اینجا باید سه باشه. وقتی که تابع تکی رو تعریف کردیم، حال تابع تبدیل کلی به همون فرمی که ما یک ماتریس مربعی رو می ساختیم یا یک ماتریس عادی رو می ساختیم میتونیم المان ها رو وارد بکنیم. H11, H12 این سطر اول هست و سپس H21 و H22. برنامه رو اجرا می کنیم. نتایجی که در کامن ویندو می بینیم اینه که میگه که H 4 تا تابع تبدیل هست که یک سری اطلاعات اضافی هم به ما میده. میگه که تابع تبدیل از ورودی یک به خروجی یک برابر یک تقسیم بر اس به علاوه یک هست. تابع تبدیل از ورودی یک به خروجی دو برابر یک تقسیم بر دو اس به علاوه یک هست. تابع تبدیل از اینپوت دو یا ورودی دو به خروجی یک برابر یک دهم اس به علاوه یک تقسیم بر دو اس به علاوه یک هست و تابع تبدیل از ورودی دو یا اینپوت دو به خروجی دو هم برابر اس به علاوه یک تقسیم بر سه اس به علاوه یک هست که دقیقاً مطابق همون چیزایی هست که ما در اینجا تعریف کردیم. سیستم های مایمو رو ما مثل خط 7 هم میتونیم تعریف کنیم، با این تفاوت که در اینجا چون سیستم مایمو هست، ما در این سیستم مثلا سیستم دو ورودی و دو خروجی هست، پس 4 تا چند جمله‌ای در صورت و 4 تا چند جمله‌ای در مخرج رو هم داریم. چند جمله‌ای های 1 1 دهم اس به علاوه 1 1 و اس به علاوه 1 در صورت هستن و چند جمله‌ای های اس به علاوه 1 2 اس به علاوه 1 2 اس به علاوه 1 و سه اس به علاوه 1 در مخرج هستند. ما باید بیایم N و D رو به نحوی تعریف بکنیم که شامل تمام چند جمله ها در صورت و مخرج باشه. میایم N رو به صورت یک سلول، یک آرایه سلولی تعریف می کنیم. بهتره که اینطوری بگیم. N رو می خواهم
استخراج بکنم، هم N و هم D رو. N شامل یک ماتریس هست که کل چند جمله های صورت رو شامل میشه. یک، یک دهم S به علاوه یک، یک و S به علاوه یک. این چند جمله هایی هست که در صورت قرار میگیرن و دقت کنید که مختصات HIJ رو هم باید رعایت بکنیم. مثلا S به علاوه یک یعنی صورت تابع تبدیل ورودی دوم به خروجی دوم هست. و همینطور D رو هم با رعایت مختصات مناسب تعریف میکنیم. S به علاوه یک، دو S به علاوه یک، دو S به علاوه یک و سه S به علاوه یک. به صورت یک سلول ما میاییم نامینیتور و دینامینیتور رو تعریف میکنیم. برای تعریف سلول میاییم از آکولاد استفاده میکنیم. چند جمله ای صورت در تابع تبدیل H1 1 برابر با 1 هست. 1 رو ما میتونیم به این صورت هم بنویسیم و براکت هم نذاری مشکلی پیش نمیآید. 1 دهم و 1 هست و باید بریم سطر بعدی و برای رفتن به سطر بعدی هم از نقطه ویرگول استفاده میکنیم. صورت بعدی باز هم 1 هست و چند جمله بعدی در صورت 1 و 1 هست. پس N رو تعریف کردیم، حالا باید D رو هم تعریف بکنیم. D S به علاوه 1 که 1 و 1 خواهد شد، 2 S به علاوه 1 2 و 1 خواهد شد و دوباره 2 و 1 فکر کنم 2 و 1 سپس 3 و 1 و در نهایت سیستم مایمو که در واقع همون H هست رو میتونیم تعریف کنیم. TF N و D نامینیتور و دینامینیتور. برنامه رو اجرا میکنم و سیستم مایمو رو در کامن ویندو تایپ میکنم. دقیقا مثل H که در خط 16 تعریف شده، اینجا هم سیستم مایمو سیستم چند متغیره تعریف شده. تابع تبدیل مثلا از ورودی 2 به خروجی 2 برابر S به علاوه 1 تقسیم بر 3 S به علاوه 1 هست. ما هم در اینجا تابع تبدیل از ورودی 2 به خروجی 2 برابر S به علاوه 1 تقسیم بر 3 S به علاوه 1 هست. و یا تابع تبدیل از ورودی 1 به خروجی 2 برابر 1 تقسیم بر 2 S به علاوه 1 هست. یعنی این صد که همون 1 تقسیم بر 2 S به علاوه 1 هست. پس برای تعریف سیستم های مایمو هم ما دو راه داریم. این که میتونیم به صورت یک آرایه سلولی نامینیتور و دینامینیتور رو مشخص بکنیم و از دستور TF استفاده بکنیم، و یا اینکه میتونیم المان‌های مختلف تابع تبدیل چند متغیر رو بیایم تعریف بکنیم با همون دستور ساده TF و سپس در نهایت تابع تبدیل چند متغیر رو مطابق خط 16 بیایم تعریف بکنیم. خب گفتیم که نمایش بعدی برای وارد کردن سیستم‌های خطی در نرم‌افزار مطلب نمایش قطب صفر بهره هست که در نرم‌افزار مطلب به این صورت با دستور ZPK که مخفف Zero Pull Gain هست میتونیم یک تابع تبدیل بر اساس صفرها، قطبها و بهره سیستم تعیین بکنیم. ورودی اول Z هست، ورودی دوم P هست و ورودی سوم هم K هست. که اگه ما فرض کنیم که تابع تبدیل سیستم دارای M تا صفر و N تا قطب باشه، در این صورت در سیستم های سیسو Z یک بر داره، یک در M هست که M تعداد صفرهای سیستم هست و محتویات Z هم همون صفرهای سیستم هستند که میتونن هم مختلط باشن و یا هم میتونن حقیقی باشند. و همینطور P تابع تبدیل گفتیم که مرتبه N هست، یعنی N تا قطب داریم. پس P هم برای سیستم های سیسو یک بردار یک در N هست که محتویاتش بستگی به اینکه قطب ها حقیقی و یا مختلط باشن میتونن پی هم حقیقی و یا مختلط باشه. مثلا فرض کنید که تابع تبدیل یک سیستم به این صورت باشه، 2S به علاوه 1 تقسیم بره 1 دهم S به علاوه 1 ضرب در S به علاوه 2 باشه، به این صورت باشه. دقت کنید که فرم استاندارد نمایش قطب صفر و بهره ضرایب تمام جملات S ضرایبشون یک هست. دقت کنید که اینجا مثلا ضریب یک هست، اینجا هم ضریب یک هست، اینجا هم ضریب یک هست. پس در اینجا ضریب S یک نیست. پس باید چیکار بکنیم؟ باید بیایم
از صورت یک دو فاکتور بگیریم. صورت رو به صورت دو ضرب در اس علاوه نیم بنویسیم که ضریب اس یک بشه. و همینطور اینجا هم باید از یک دهم فاکتور بگیریم. یک دهم اس علاوه ده ضرب در اس علاوه دو. در این صورت اس رو میتونیم به این صورت بنویسیم. دو تقسیم بر یک دهم برابر با 20 میشه. 20 ضرب در اس علاوه نیم تقسیم بر اس علاوه دو ضرب در اس علاوه ده. در این صورت برمیگردیم به نرم‌افزار مطلب. ZPK model K که مشخص هست، K همین ضریب ثابتی هست زمانی که ضرایب S هم در صورت و هم در مخرج ضریب S یک باشند. دقت کنید که K بهره DC نیست، چرا که بهره DC زمانی به دست میاد که ما در تاب تبدیل سیستم فرکانس یا S رو برابر با 0 قرار بدیم. پس K برابر با 20 مقدار ثابتی هست. Z رو تعریف می کنیم. سیستم داره یک صفر هست. یک صفر در منهای نیم. پس Z برابر با منهای نیم هست که البته لازم نیست که براکت ها رو هم بذاریم. P رو هم وارد می کنیم. دو تا قطب داریم. پس P یک در دو هست و المان هاش منهای دو و منهای ده هستند. در نتیجه سیستم به فرم صفر زیرو پول گین به این صورت تعریف میشه. زد پی که اول زد وارد میشه، بعد پی وارد میشه و سپس کی وارد میشه. ورودی بعدی که در اینجا میبینید تی اس هست که تی اس زمان نمونه برداری است. این برای تعریف سیستم های گسسته استفاده میشه که چون سیستم های گسسته در درس کنترل دیجیتال بررسی میشن خارج از بحث کنترل خطی هست، اما خیلی به سیستم های گسسته کاری نداریم. و همینطور یک سری ورودی های دیگه هم میتونه ZPK بگیریم. مثلا میتونیم برای ورودی ها اسم گذاری بکنیم، برای خروجی ها و همینطور برای یک سری یادداشت های اضافه برای این تاب تبدیل بنویسیم که بعد از مدتی به این برنامه دوباره مراجعه بکنیم، اون یادداشت ها رو بخونیم که در رابطه با این تاب تبدیل یک سری اطلاعات کاملی رو به دست بیاریم که در ادامه این نکات رو بیشتر بررسی میکنیم. نقطه ویلیو رو برمیدارم و گفتیم که اگه بخوایم که کل برنامه رو اجرا نکنیم و فقط این بخش رو اجرا بکنیم، میایم این سکشن بندی رو انجام میدیم با استفاده از دو تا پرسنت یا دو تا درصد و در قسمت مورد نظر کلیک میکنیم که رنگش تغییر بکنه و سپس از کلید کنترل انتر استفاده میکنیم. کنترل انتر رو بزنیم، قسمت هایی که رنگش تغییر کرده، این قسمتی که در اینجا مشاهده میکنید، فقط این قسمت اجرا میشه. تاب تبدیل رو در کامن ویندو مشاهده میکنید که برابر 20 ضرب در اس علاوه نیم تقسیم بر اس علاوه 2 ضرب در اس علاوه 10، همونطوری که در اینجا هم ما به صورت دستی حساب کردیم، تاب تبدیل تعریف شد. این در واقع برای سیستم های سیسو بود که زد یک بردار یک در ام هست که ام تعداد صفرها و پی هم یک بردار یک در ان هست که N هم تعداد قطب ها هست. اما در حالت مایمو اینطوری بگیم، زمانی که ما Q تا خروجی و R تا ورودی داشته باشیم، در این صورت Z یک آرایه سلولی هست، یک آرایه سلولی که ابعادش Q در R هست و المان I جیومش تابع تبدیل از ورودی جیوم به خروجی آیوم هست که مثل سیستم های سیسو میتونیم اون رو بسازیم. و همینطور پی هم یک سلول کیو در آر هست، یعنی کیو تا که تعداد خروجی ها بود سطر داره و آر تا هم ستون داره. و همینطور خود کی هم کیو در آر هست، یک آرایه سلولی هستند، آرایه سلولی. بیایید فرض کنید که ما با استفاده از تابع زیرو پول گین بیایم این تابع تبدیل رو در نرم‌افزار مطلب تعریف بکنیم. تابع تبدیل از ورودی یک به خروجی یک برابر منهای یک تقسیم بر اس هست. تابع تبدیل از ورودی دومی به خروجی یک برابر سه ضرب در اس علاوه پنج تقسیم بر اس علاوه یک به توان دو هست. تابع تبدیل از ورودی یک به خروجی دو برابر دو ضرب در اس به توان دو منهای دو اس علاوه دو هست و مخرج هم برابر اس علاوه یک اس علاوه 2 ضرب در اس علاوه 3 هست و تابع تبدیل از ورودی دومی به خروجی دومی برابر با 0 هست. تنها نکته ای که در اینجا باید دقت کنیم این که در تابع تبدیل از
ورودی یک به خروجی دو داره صفرهای مختلط هست. این صفرهای مختلط رو ابتدا بیایم حساب بکنیم. اس فتان دو من های دو اس بلای دو مساوی با صفر که محل این صفرها برابر یک بلای من های رادیکال جی یا رادیکال آی هست. صفرهای مختلط هستند. بیایم ابتدا زد رو تعریف کنیم. تا به تبدیل از ورودی یک به خروجی یک صفری نداره. پس توهی میذاریم. تا به تبدیل از ورودی دو به خروجی یک دارای یک صفر در منهای پنج است. پس یک منهای پنج هم اینجا قرار میگیره و تا به تبدیل از ورودی یک به خروجی دو دارای دو صفر یک علاوه منهای رادیکال جی هست. یعنی به این صورت میگیم یک علاوه جی و یک منهای جی و همینطور تا به تبدیل از ورودی دومی به خروجی دومی هم نه صفر داره نه قطب داره و کی هم برابر با صفر است. خب زد رو به این صورت تعریف کردیم. کی هم به این صورت تعریف میشه که ما تعریف پی و کی رو در نوادر مطلب انجام خواهیم داد. گفتیم که زد به صورت سلولی هست. تا به تبدیل اولی صفری نداره. تا به تبدیل از دو برای یک صفر در منهای پنج هست. تا به تبدیل دو یک دو تا صفر یک منهای آی و یک بلوه آی رو داره. و تا به تبدیل H22 هم صفری نداره. این Z هست. P رو هم باید به صورت سلولی تعریف بکنیم. تا به تبدیل H11 داره یک قطب در مبدأ هست. پس صفر وارد میکنیم. تا به تبدیل H12 داره یه دو تا قطب در منهای یک هست. دقت کنید که قطبای مکرر رو بستگی به تعداد تکرارشون باید وارد بکنیم. و میریم سطر بعدی، یعنی که از ورودی های یک و دو به خروجی دومی رو به دست میاریم. تا به تبدیل دو یک داره یه سه تا قطب منهای یک، منهای دو و منهای سه هست. منهای یک، منهای دو و منهای سه و تا به تبدیل اچ دو دو هم قطبی نداره. و همینطور کی رو هم باید تعریف بکنیم به صورت سلولی. بهره تا به تبدیل اولی منهای یک هست. بهره تا به تبدیل دومی سه هست. میریم سطر بعدی. بهره تا به تبدیل دو یک دو هست و بهره تا به تبدیل آخری هم برابر با صفر هست. در نتیجه سیستم به فرم ZVK Z Zero Pole Gain و برای سیستم مایمو برابر است با ZPK. ابتدا سلول صفر ها، سپس آرایه سلولی قطب ها و سپس بهره وارد میشه. برنامه رو اجرا میکنیم. یک اختار به ما میده، میگه مقادیر K باید یک آرایه های عددی باشند. لازم نیست که K یک سلول باشه، بلکه باید K به صورت یک ماتریس تعریف بشه. پس در این نکته رو من اصلاح میکنم. Z و P باید حتما به صورت سلولی باشن، اما K به فرم یک ماتریس عددی هست، به صورت یک نیومریکل اری هست. پس K رو اصلاح میکنیم و برنامه رو یه بار دیگه اجرا میکنیم. تا به تبدیل از ورودی یک به خروجی یک برابر منهای یک تقسیم بر S هست که اینجا هم میبینیم که درست هست. تا به تبدیل از ورودی یک به خروجی دو برابر دو ضرب در S بتان دو منهای دو S بلای دو تقسیم بر S بلای یک ضرب در S بلای دو ضرب در S بلای سه هست. همین تا به تبدیل رو اینجا هم میبینیم. تا به تبدیل از ورودی دو به خروجی یک برابر سه ضرب در S بلای پنج تقسیم بر S بلای یک بتان دو هست که همین تا به تبدیل رو هم اینجا هم میبینیم. پس درست هست و تا به تبدیل از ورودی دو به خروجی دو هم برابر با صفر هست. پس به این ترتیب هم برای سیستم های سیسو و هم برای سیستم های مایمو با استفاده از دستور ZPK میتونیم تا به تبدیل مناسب رو به فرمت زیرو پول گین در نوادر مطلب تعریف بکنیم. اما نمایش بعدی که نمایش خیلی پرکاربردی هست و توصیه هم میشه که در انجام محاسبات کنترلی از این مدل استفاده بکنند، مدل فضای حالت هست. مدل فضای حالت هست که گفتیم که ما به جای اینکه به صورت مستقیم با یک معادله دیفرانسیل مرتبه n کار بکنیم، میایم با n تا معادله دیفرانسیل مرتبه اول کار میکنیم که این ویژگی های خیلی زیادی داره. اول اینکه تئوری های خیلی زیادی در رابطه با کنترل سیستم ها در فضای حالت وجود داره که منجر به ابزارهای خیلی قوی تری برای کنترل سیستم ها هم در حالت مایمو و هم در حالت سیسو میشه و همینطور پیاده سازی این کنترل کننده هایی که در فضای حالت هستند در سخت افزارهای کامپیوتری هم خیلی راحت تر هست پیاده سازی یک تابع تبدیل به فرمت ZPK باشه. گفتیم که x دات مساوی با a x
علاوه b ضرب در u که y هم برابر هست با cx علاوه d ضرب در u. زمانی که درجه صورت از مخرج کمتر باشه d برابر با 0 هست و زمانی که با هم برابر باشند d یک مقدار ثابت هست و در واقع ما اگه سیستم های واقعی رو هم فرض بکنیم هیچ وقت درجه صورت از درجه مخرج بزرگتر نمیشه. پس d یا یک مقدار ثابت هست و یا 0 هست. مثلا بیایم تاب تبدیل رو در نظر بگیریم. تاب تبدیل از ورودی به خروجی یک سیستم سیسو مثلا به این صورت به دست اومده. مثلا 3 تقسیم بر s به توان 2 علاوه 4 s علاوه 5. این تاب تبدیل از ورودی سیستم به خروجی سیستم هست که اگه ما این رو به فرم فضای حالت، اگه این فرم تاب تبدیل رو به حوزه زمان برگردونیم، بیایم دو طرف رو طرف این وسط این میکنیم. پس s به توان 2 علاوه 4 s علاوه 5 ضرب در y برابر با cu هست. این معادله رو تبدیل به فضای زمان بکنیم، یعنی در حوزه زمان بنویسیم، به این صورته: y دبل دات مشتق دوم y علاوه 4 برابر مشتق اول علاوه 5 برابر خود y باید برابر با cu بشه. این معادله دیفرانسیل سیستم هست. ابتدا باید بیایم متغیرهای حالت مناسب رو انتخاب بکنیم. چون سیستم مرتبه دوم هست باید دو تا متغیر حالت تعریف بکنیم. اولین متغیر حالت مثلا همون خروجی y در نظر میگیریم و دومین متغیر حالت رو مثلا مشتق خروجی در نظر میگیریم. دقت کنید که انتخاب متغیر حالت یکتا نیست، بلکه بستگی به کاربرد ممکنه که مثلا یکی متغیر حالت رو مثلا x1 رو همون y تعریف بکنه و x2 رو مثلا y دات علاوه 2y تعریف بکنه. این اختیاری هست و بستگی به کاربرد ممکنه که از یک متغیر حالت استفاده بکنیم منجر به یک فرم ساده تر در فضای حالت بشه که مثلا بعداً بتونیم طراحی کنترل کننده راحت تری رو هم انجام بدیم. x1 دات رو بیایم حساب بکنیم. x1 دات طبق این معادله x1 دات برابر y دات هست و خود y دات هم برابر با x2 هست. x2 دات رو حساب می‌کنیم. x2 دات طبق معادله دیفرانسیل تعیین میشه. یعنی بیایم به جای y دات از x2 استفاده بکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که x2 دات علاوه 4 y دات، یعنی 4 x2 علاوه 5 y که 5 y همون x1 است، 5 x1 باید برابر 3 u بشه. از اینجا x2 دات به دست میاد. x2 دات برابر منهای 5 x1 منهای 4 x2 علاوه 3 u هست. این فضای حالت رو به دست آوردیم و تنها کافیه که مثلا بردار x رو تعریف بکنیم که شامل x1 و x2 هست و در نتیجه فرم استاندارد معادل حالت به این صورت به دست می آید. x1 دات برابر با x2 هست. پس ماتریس A رو در اینجا باید به دست بیاریم که ضریب داخل ماتریس رو به نحوی باید تعریف بکنیم که دو تا معادله‌ای که در اینجا به دست آوردیم باید صادق باشن. x1 دات برابر با x2 هست. پس در اینجا 0 و 1 قرار می گیره. x2 دات هم برابر منهای 5 x1 منهای 4 x2 علاوه 3 u هست. پس در اینجا منهای 5 در اینجا منهای 4 قرار میگیره و علاوه یک ماتریس دیگه از ورودی. x1 دات u در x1 دات به صورت مستقیم تأثیر نداره و x2 دات هم دارای ورودی 3 u هست. پس در اینجا هم ضریب 3 قرار میگیره. و همینطور خروجی رو باید تعریف بکنیم. خروجی برابر y هست که گفتیم x1 رو ما برابر با y تعریف کردیم. پس y خروجی اول هست. یعنی y برابر بردار 1-0 ضرب در بردار حالت هست و d هم برابر با 0 هست. این همون a هست، این همون b هست و این هم برابر با c هست و d هم برابر با 0 هست. برای تعریف یک فضای حالت در نظر مطلب ابتدا باید بیایم ماتریس های a, b, c و d رو تعریف بکنیم. ماتریس a برابر 0, 1, منهای 5 و منهای 4 هست. ماتریس b رو هم باید تعریف بکنیم، برابر 0, 0, 3 هست و دقت کنید که ماتریس b به صورت ستونی باید وارد بشه. اینجا به صورت سطری هست و یک ترانسپوز هم اینجا گذاشتم که به صورت ستونی در بیاد. ماتریس C هم یک ماتریس سطری هست و برابر 1 و 0 هست و D هم برابر با 0 هست. پس سیستم به فرم فضای حالت به این صورت تعریف میشه:
SS state space. ورودی اول A هست، ماتریس A هست، بعد ماتریس B، ماتریس C و ماتریس D. بیاییم تا اینجا برنامه رو اجرا بکنیم. کنترل انتر. داخل کامند ویندو سیستم تعریف شد. متغیر حالت اسمشون رو X به صورت دیفالت X1 و X2 گذاشته. ورودی رو اسمش رو U1 گذاشته. B برابر 0 و 1 هست و A هم همونطوری که مشاهده میکنید درست تنظیم شده. C هم برابر 1 و 0 ضرب در X هست که یعنی Y1 همون X1 هست و D هم برابر با 0 هست. اما مزیت خیلی خوبی که مدل فضای حالت داره اینه که به راحتی بدون اینکه نیاز به تغییرات خیلی زیادی داشته باشیم میتونیم سیستم های مایمو رو هم با ماتریس های A, B, C و D تعریف بکنیم. در حالت کلی ما اگه فرض کنیم که سیستم داره N تا مرتبه N باشه، یعنی N تا قطب باشه، مرتبه ماتریس A N در N هست و در حالت کلی مرتبه ماتریس B N در R هست که R تعداد ورودی هاست. R تعداد ورودی هاست و N هم مرتبه سیستمه. C داره ابعاد Q در N هست که Q تعداد خروجی هاست. تعداد خروجی هاست و ابعاد D هم برابر Q در R هست. ما یک سیستم مایمو داشتیم. تنها تفاوتی که در تعریف سیستم سیسو انجام میشه اینه که ماتریس B ستونهای دیگه ای بهش اضافه خواهد شد و اگه سیستم داره چند تا خروجی باشه ماتریس C هم داره سطرهای دیگه ای هم خواهد شد. مثلا برای مدلی که ما در اینجا به دست آوردیم ممکنه که دو تا خروجی لازم باشه تعریف بکنیم. خروجی یک همون Y باشه، خروجی دومی برابر وای دات باشه. در این صورت چون ورودی ها تغییر نکرده معادلات اولی کاملا ثابت میمونن و فقط معادله خروجی تغییر میکنه. بیایم معادله خروجی رو تغییر بدیم. در این حالت وای بردار خروجی ها هست که شامل وای یک و وای دو هست. خروجی یک برابر ایکس یک هست، یعنی یک و صفر ضرب در ایکس و خروجی دوم وایدات هست و وایدات هم متغیر حالت دومی هست، یعنی خروجی دومی برابر 0 و 1 ضرب در x هست به علاوه 0 و 0 ضرب در u. این ماتریس d هست و این هم ماتریس c جدید. پس c یک سطر جدید بهش اضافه میشه، سطر 0 و 1 و D هم برابر ماتریس 2 در 1 میشه که المان هاش برابر با 0 هستن. بیایم این قسمت رو اجرا بکنیم. در این حالت میبینیم که A و B مطابق حالت قبلی تعریف شدن، اما C رو ببینیم میگه که داره دو تا خروجی هست. خروجی 1 همون X1 هست و خروجی دومی برابر با X2 هست و D هم برابر با 0 هست. البته ممکن است که مثلا یه نفر بیاد که خروجی دومی رو مثلا وایدات به علاوه وای تعریف بکنه. وای که همون x1 هست و وایدات هم همون x2. پس تنها چیزی که فرق میکنه اینه که در واقع یک یکم باید در اینجا قرار بگیری که وای2 برابر 1 ضرب در x1 به علاوه 1 ضرب در x2، یعنی وای به علاوه وایدات بشه. اگه این رو یک بکنیم فرم فضای حالت جدید هم به دست میآید. ماتریس C به این صورت تغییر پیدا کرد.